در تالار مجلس گاه مؤسسه تعلیمی بین المللی کانتاکت شهر اسفره جلسه سیار یکجای شورای جمعیتی جمهوری تاجیکستان با شوراهای جمعیتی شهرهای اسفره و کانیبادام در موضوع تهدیدهای معاصر و امنیت ملی تاجیکستان مشکلات و راه و واسطه های پیشگیری آنها دایر گردید. در کار جلسه مشاور بخش یاردمچی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید به مسئله های رشد اجتماعی و رابطه با جامعه عزیزاده شهرت نرزالله کاتب هم آهنگساز شورای جمعیتی جمهوری تاجیکستان نورعلی سعیدوف نماینده وکالتدار رئیس کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان شام الدین شریپوف نماینده وکالتدار رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان برهان الدین جباری معاون رئیس کمیته اوید به ترتیب حقوقی مدافع و امنیت مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان عظیم‌زاده طالب خان سیتم مراد نماینده وکالتدار وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان ابراهیم زاده نازیم نماینده وکالتدار رئیس ولایت سغد رئیس شورای جمعیتی ولایت زاهد زاده دوران عبدالقادر رئیس شهر اسفره بهاودین بهادرزاده و نماینده وکالتدار رئیس شهر کانیبادام یادگاری فردوس یونس تشریف شرکت و برآمد نمودند. تاکید گردید که با مقصد اجرای دستور سپاریش‌های اساس‌گذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان در مورد پیشگیری گرویش جوانان و نورسان با گروه و جریان های افراطی تعلیمات غیر قانونی دینی و پرزور نمودن کارهای تربیوی و فهماندهی مخصوصا در بین نورسان و جوانان در روحیه وطن دوستی و وطن پرستی آموختن علم و دانش کسب و هنر آداب و اخلاق حمیده و احترام و رعایه قانون تربیه کردن آنها تدبیرهای ضروری راه اندازی می شوند. برآمد کنندگان ضمن کلامرانی به مساله های حفظ سرحدات و مقدس بودن مرز و بوم وطن پیشگیری غایه های افراطی توسط شبکه های اینترنتی بلند برداشتن حسی مسئولیت شناسی و وطنخواهی جوانان و نورسان راه ندادن به تعلیم غیر رسمی دینی برگردانیدن نفرانی در مکاتب دینی خارج کشور غیر رسمی تحصیل داشته دخل کردند. ضمناً گفته شد که کنون در سراسر جمهوری روند سازندگی و آبادکاری به طور بی‌سابقه وسعت پیدا می‌کند. مردم تمام امکانات و کوشششان را به استقبال جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان روانه کردند. زیرا جمهوری تاجیکستان محض به شرافت استقلالیت در عرصه بین المللی مقام شایسته پیدا کرد و همچون عضو کامل حقوق جامعه جهانی اعتراف گردید. امروز از هر فردی وطن دوست و باننگ و ناموس جامعه بیش از پیش تقاضا می شود که با درک مسئولیت شهروندی و نیروی دوچند وظیفه خود را در نزد خلق و وطن ادا نماید و در این روند نقش شوراهای جمعیتی باید نظر رس باشد. منبعد چندی از شرکت داران به مذاکره برآمده پیرامونی موضوع بررسی شونده فکر و اندیشه های خود را ابراز نمودند. در آخر جلسه سیار یکجای شورای جمعیتی جمهوری تاجیکستان با شوراهای جمعیتی شهرهای اسفره و کانیبادام قرار دخل دار قبول کرد. زید.